فصل 18. پس از این فرشته‌ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدایی بلند گفت: بابل سقوط کرده است. بابل بزرگ سقوط کرده است. بابل مسکن دیوها و جای ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند. شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت: از او بیرون آیید ای قوم من، مبادا در گناهان او سهیم شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری‌هایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. برای اعمالش دو چندان به او بازگردانید. پیالهش را دو برابر قلیستر از پیالهی بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازهی که از جلال و تجمل خیش فخر می کرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود می گوید: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید. به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت. زیرا خداوند، خدایی که این چنین او را کیفر می دهد، قادر است. هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کردند و از تجمل زیاد او بهره‌مند شدند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود، دور ایستاده خواهند گفت: آه آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی. بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمی خرد. دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و قرمز و یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی و چوبی و برنزی و آهنین یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندور، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمی خرد. آن میوه‌ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردن از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت: آه آه ای شهر بزرگ که به لباسهای کتان ظریف ارغوانی و قرمز ملبس و با طلا و جواهر و مروارید آراسته بودی، در یک ساعت همه ثروت تو تباه گردیده است. تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می کنند دور ایستادند. همین که دود سوختن او را دیدن فریاد زده گفتند: آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟ آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند: آه آه ای شهر بزرگ، شهری که تمام کشتیداران دریا از ثروت او توانگر شدند، در یک ساعت ویران شده است. ای آسمان از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای پیامبران شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است. آنگاه فرشته‌ای نیرومند سنگی را که به بزرگی سنگ آسیاب بود برداشت و به دریا پرت کرد و گفت: همینطور بابل آن شهر بزرگ به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نیزنان و شیپور زنان در تو شنیده نخواهد شد.
دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیا در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به کیفر خود رسید.